به نام خداوند یکتا و مهربان. هموطنان عزیز، بینندگان محترم تلویزیون معارف، استادان گرامی، سواد آموزان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به برنامه سواد آموزی خوش آمدید میگویم. امید که جور صحتمند باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید، از گزند روزگار در امان باشید و تا اخیر بیننده برنامه خودتان سواد آموزی باشید. امیدوارم که برنامه برای شما مفید واقع شود. برای آموزش خوبتر خوب خواهد بود که پیش تلویزیون تا نشسته کتاب، کتابچه، قلم و هر آن چیزی که برای آموزش ضروری است با خود داشته باشید. برای آشنایی با کتاب ما چهار پوستر داشتیم که در برنامه قبلی بر شما معرفی کردید. درس امروزی ما درس اول کتاب است. این کتاب با نصاب تعلیمی جدید آماده گردیده که براش صداشناسی است. به جای حروف خود حروف صداهای حروف تدریس میگردد. قبل از اینکه درس اول خود آغاز کنیم یک مرور کوتاه پوسترها می داشته باشیم. ما در مجموع چهار پوستر خوانده بودیم در برنامه گذشته. پوستر اولی ای بوده که متشکل از سه تصویر بوده. پوستر دومی که تصاویر زیاده داشته. پوستر سومی و پوستر چهارمی. در پوستر اول که سه تصویر بوده. تصویر اول کورس یا صنف سواد آموزی خانما هست. تصویر دوم کورس یا صنف سواد آموزی برای آقایان است و تصویر سومی هدف از این تصویر است که یعنی وقتی که این خانم یا ای آقا از صنف سواد آموزی فارغ شود میتونه در آینده با اولاد خود در درسشون کمک کنه و اونا را بهتر و خوبتر بفهمانه. تصویر دومی ما، پوستر دومی ما که متشکل از تصاویر زیاد بوده، این تصاویر ما از راست به چپ، از بالا به پایین خواندیم و همچنان تاکید بالای صدای آخر کلمه داشتیم. مثلا قرآن، اگر باید داشته باشید که این تمام شه خواندیم و در بخش نوشتاری هم تعداد از خطوط را تمرین کردیم. پوستر سومی هم متشکل از تصاویر بوده که تصاویر ما از راست به چپ، از بالا به پایین خواندیم و در موردش تشریحات دادیم و دیگه ای را بخش کردیم. به خاطر بخش کردن دستای ما را پیشونی ما گرفتیم و دست خود از بالا به پایین آوردیم. وقتی که بخش میکنیم دست ما را از بالا به پایین میاریم. اگر در بخش کردن یک کلمه دست ما یک دفعه از بالا به پایین بیاید کلمه یک بخش داره. اگر دو بار یک دفعه دو دفعه بیاید کلمه دو بخش داره. یا دو حصه داره یا دو قسمت داره. هر قدر که در بخش کردن یک کلمه دست ما از بالا به پایین بیاید کلمه همون قدر بخش داره. و دیگر در بخش نوشتاری هم ما تعداد از خطوط را خواندیم که را تمرین کردیم در سر تخته. و در پوستر چهارمی که هم متشکل از تعداد از تصاویر بوده که تصاویر از راست به چپ خواندیم، از بالا به پایین خواندیم، بخش کردیم و صدا کشی کردیم. در صدا کشی چگونه ما صدا کشی کردیم؟ در صدا کشی انگشتان دست راست خود دست چپ خود استفاده کردیم. انگشتان دست چپ خود بالا میکنیم. هر صدایی را که میکشیم یک انگشت خود بلند میکنیم. اگر در صدا کشی یک انگشت ما بلند شود کلمه یک صدا داره. اگر دو انگشت ما بلند شود دو صدا. اگر سه انگشت ما سه صدا. هر قدر انگشت های خود بلند کنیم اونم قدر کلمه صدا داره. و میتونیم از دست چپ خود هم استفاده کنیم. و در بخش نوشتاری هم از تعداد از خطوط بوده کوره خواندیم و تمرین کردیم در سر تخته. این بود معرفی پوسترها. اگر در این قسمت از برنامه شما کدام مشکل یا سوال داشته باشید میتونید در شماره تلویزیونتون با ما شریک بسازید. میریم به درس اول کتاب خود که درس اول ما چی است؟ عنوان چی است؟ میبینیم. درس اول عنوان چی است؟ کتاب. البته قابل یادآوری است که ما در هر درس یک صدا را بر شما معرفی میکنیم. اشکال مختلف یک صدا را معرفی میکنیم. این صداها که از به صورت مستقل تدریس نمیشه بلکه در قالب کلمه ها بر شما تدریس میشه. کتاب. در مورد اهمیت کتاب خواندن شما چی میدانید؟ کتاب چی خواندن کتاب چی اهمیت داره؟ بله بسیار خوب، خواندن کتاب ارزش بسیار زیادی داره. کتاب خواندن معلومات ما را زیاد میکنه، سطح دانش ما را بالا میبره.
بسیار خوب. وقتی که ما کتاب بخونیم، بسیار از مسائلی را که مربوط به مسائل زندگی ما میشه، مثلا پرورش حیوانات است، پرورش اولاد است، پرورش مثلا در مورد صحت است، یا در باره محیط زیست است، یا در مورد حقوق والدین است، از این مسائل ما آگاه میشیم. اگر در قسمت کدام سوال داشته باشیم، میتونیم به کتاب رجوع کنیم و از کتاب معلومات بگیریم. دیگه بهترین، یکی از مفیدترین کارها در اوقات فراغت یا در اوقات بیکاری خواندن کتاب است، که ما کتاب بخونیم معلومات ما زیاد میشه و تمام علومی که به ما رسیده تا به حال را که زنده مونده، تمامش از برکت کتاب است، از طریق کتاب است که به ما رسیده و از طریق کتاب است که ما از زحمت گذشتگان ما آگاه میشیم. پس خوب است که اوقات خود را به جا ضایع نسازیم. در خواندن کتاب وقتی که اوقات ما فارغ می باشیم یا بیکار می باشیم، می تونیم که کتاب مطالعه کنیم تا معلومات ما زیاد شوه. در سوال ما عنوانش کتاب است که به تصویرها ببینید و کلمه ها را بخوانید. تصویر بر شما نمایش داده می شود، تصویر را ببینید و کلمه را بخوانید که کلمه کدام کلمه است. خوب دقت کنید. شما با این آگاهی دارین، میشناسین که این تصویر چی است؟ آب. بله، بسیار خوب. آب. تصویر دومی؟ بله، عنوان همی درس ما چی است؟ کتاب. تصویر سومی؟ با این تصویر شما آگاهی دارین؟ خوب دقت کنیم. دریا. کلمات با کلمات خوب دقت کنین. با کلمه آب، کتاب، دریا. یکی از صداها از یا با رنگ سرخ نوشته شده که در سمروزی ما امی صدا است. کی در چی میگن؟ آ میگن. این خط آ. آ دو شکل داره، یکی آی اول است، دیگه آی غیر اول است. در کلمه آب ببینین، آب در کلمه آب آی اول است که آی با کلای را میگن، و در کلمه کتاب دریا آی غیر اول است. در سمروزی ما صدای آ است. شما ببینید، توجه کنید، ما کلمات را تکرار میکنیم، ببینید که آ صدای آ را شنیده میشه یا نمیشه. خوب توجه کنید و تکرار کنید پشت ما. آب، آب، کتاب، کتاب، آ شنیده میشه، کتاب، دریا، دریا. آه. این هم در کلمه آب که است آی اول است که با کلا نوشته میشه، به این شکلش است. و در کلمه کتاب دریا، در کتاب، در کتاب در بین آمده و در دریا در آخر آمده، که به این شکل نوشته میشه. آی اول به صورت کلادار و آی آخر غیر اول به قسمی که در کلمات کتاب و دریا نوشته شده. فعالیت بعدی ما پیدا کنیم است. شما وقتی که صدای آ را فهمیدین، آل میتونین که چند کلمه بگویید که صدای آ در اول آن شنیده شود. مثل آب خواندیم. چند کلمه بگویید که در صدای آ در اول آن شنیده شود. بله، بسیار خوب. مثل آش. دیگه مثل آلو. آسمان. بله. فعالیت بعدی، چند کلمه بگویید که صدای آ در آخر آن شنیده شود. مثل کاکا، ماما، یا مثل کلمه که شما قبلا خوندید، دریا. فعالیت بعدی ما بنویسیم است. در این قسمت از برنامه به خاطر آموزش خوبتر و بهتر، خوب است که پیش تلویزیون تان نشسته کتاب، کتابچه، قلم و هر آن چیزی که برای آموزش ضروری است با خود داشته باشید. کتابچه تان پیشتان باشه، بنویسیم. در بخش بنویسیم، خط زمینه یا خط کرسی را میکشیم. این آیه اول است، آیه که در کلمه آب بود. آ
اول خط کرسی یا خط زمینه می کشیم از راست به چپ به صورت مستقیم. این خط کرسی در کتابچه هایتان هست. از راست به چپ خط کرسی یا خط زمینه می باشه. اگر در کتابچه هایتان نباشه می تانید شما توسط خط کشی کنید. آی اول آی با کلا که با کلا نوشته میشه از این قسمت بگیریم تا سر خط تا خط زمینه ده. آی اول شما هم تمرین کنید از قسمت بالا میگیریم تا سر خطه. باز از این قسمت بگیریم آی اول مستقیم در سر خط مثل که در کلمه آب بودک و در کلمه آسمان در کلمه آلو. آیه غیر اول چون رو می نویسیم اول خط زمینه می کشیم بازو باز بین رقم از قسمت بالا تا سر خط. خط زمینه یا خط کرسی از طرف راست به طرف چپ مستقیم راست باشم این رقم می نویسیم. آیه غیر اول است و آیه اول بود آیه غیر اول. آیه غیر اول بدون کلا نوشته میشه. فرق از با آیه اول آیه غیر اول این است که آیه اول با کلا آیه غیر اول بدون کلا مستقیم سر خط از خط نباید پایین شود. شما هم تمرین میتونید تمرین کنید. مستقیم سر خط. فعالیت بعدی ما بخوانیم است. کلمه ها را با صدای بلند بخونید و شکل های صدای آ، آی اول و آی غیر اول را حلقه کنید. در کلمه آب، در کلمه آب، آب کدام آ است؟ آی اول است یا آی غیر اول؟ بله، آی اول است به خاطر که آی با کلا نوشته شده و در آغاز آمده او را آی اول میگن. آب صدای آ خوب دقت کنین آ شنیده میشه. آب در کتاب ببینین صدای آ چگونه تکرار کنین از پشتم کتاب کتاب دریا. فعالیت بعدی ما بخوانیم است. در بخوانیم ما کلمات یک تعداد از کلمات را داریم که در کلمات شما آ را پیدا کنین آ اول است یا غیر اول. کلمات را با صدای بلند بخونید و شکل های صدای آ آی اول و آ را حلقه کنید. ما کلمات براتون میخوانم و توجه کنید که آ در کجا شنیده میشه. آب آب کتاب دریا. باز همین کلمات است فقط جایش را تغییر دادیم. کتاب دریا آب. خط کرسی یا خط زمینه می کشیم مستقیم از طرف راست به طرف چپ. کلمات می نویسیم و آ را بهش پیدا می کنیم که کدام آ دهی به کار رفته. مثلا آب آب در کدام قسمت از این صدا شنیده میشه؟ صدای آ؟ یا کلمه دیگه ما کتاب است. کتاب
كتاب. دریا در یا کلمات رو تکرار میکنیم و صدای آ رو پیدا میکنیم که آ در کجا هستک. ببینید آب چند صدا داره؟ آ آب دو صدا داره. آ قسمت اول شنیده میشه. چی میکنیم؟ حلقه میکنیم. شما هم کتابچه‌تون رو بکشید، کتابتون رو بکشین و صدای آ رو حلقه کنین. کتاب کتاب در کدوم قسمت شنیده میشه؟ کتاب بله در قسمت این قسمت کتاب صدای آ شنیده میشه. کتاب در کلمه دریا خوب دقت کنید که آ در کجا هست. در یا در یا بله کاملا درست. دیگه بعضی از کلمات هست مثلا کتاب دریا آب. در این هم کلمات در این کلمات هم ما صدای آ را پیدا می کنیم. آی اوله آی غیر اوله. خب سواد آموزان عزیز شما دیدین کلمات آب در کلمه آب صدای آ در کجا هست؟ در کلمه آب صدای آ در اول هست که میگن آی اول آب. و در کلمه کتاب کتاب در این قسمت هست که میگن آی غیر اول کتاب. شما اگر تکرار کنید خوبتر صدا را مشنوید. در کتاب دریا در دریا در کلمه دریا صدای آ در این قسمت است آ. خب سواد آموزان عزیز ما درس امروزی ما صدای آ بودک که آی اول آی غیر اول. در هر درس بر شما یک صدا تدریس میگرده که اشکال مختلف یک صدا است که صدا چند شکل داره. البته این صداها که است به صورت مستقل تدریس نمیگرده بلکه در قالب کلمه ها تدریس میگرده. امیدوار هستم که خوبتر بهتر بر شما قابل فهم شده باشه. به خاطر آموزش بهتر شما میتونید خوبتر بهتر زیاد تمرین تکرار کنید. سواد آموزان عزیز درس امروزی ما عنوانش درس اول کتاب ما بود که عنوانش کتاب بود. در عنوان کتاب ما بعضی از کلمات را خواندیم و در این کلمات صدای آ را تشخیص دادیم که آ آی اول بودک یا آی غیر اول بودک. دیگر در آی اول بود یا آی غیر اول بود و این آ را در کلمات هم تشخیص دادیم مثل آب در کلمه آب در کلمه کتاب در کلمه دریا خواندیم. برنامه امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. السلام.